سلام، تو درس بعدی میخوام در مورد گاورننس و کامپلاینس صحبت کنیم. قبل از اینکه شروع کنم یه توضیحی بدم که Azure Subscription چی هست. شما وقتی یه اکانت باز میکنین، در واقع سابسکریپشن شما اون زیر وصل میشه به اکانت شما. شما لزوماً فقط یک دونه سابسکریپشن برای یک اکانت نداره. میتونید سابسکریپشن های مختلف داشته باشین که به یک اکانت وصل کنیم. مثلا من ممکنه برای شرکت یک اکانت باز بکنم، بعد برای مثلا بخش دیو یه سابسکریپشن جدا داشته باشم. بخش تست به همین صورت، بخش پروداکشن به همین صورت و ریسورس های مربوط بهش زیر اون سابسکریپشن قرار میگیرن. دقت بکنید که دیگه دلایل این کار بحث بودجه بندیه، یعنی که شما سابسکریپشن آژور شما در واقع بهش میگن بیلینگ آیدی، یعنی اون قبض ماهانه ای که قراره برای شما فرستاده بشه بر اساس سابسکریپشن فرستاده میشه. و همچنین شما بحث های مربوط به کامپلاینس های مربوط به سکیوریتی رو هم در سطح سابسکریپشن میتونین داشته باشین. انواع مختلف استفاده از سابسکریپشن رو بخوام بهتون خیلی سریع توضیح بدم. اینکه زمانی که شما شروع میکنید، تازه میخواید با اجور کار بکنید، یه یوزرنیم برای خودتون ایجاد میکنید، یه اکانت تازه باز میکنید، یه سابسکریپشن فری دریافت میکنید که به شما اکسس لیمیتد به مدت 12 ماه میده. برای 30 روز اول هم $200 کردیت توش قرار میده که بتونید با جاهای مختلف برید و اون چیزایی که میخواین امتحان کنین و پولی ازش استفاده کنین. از اون به بعد دیگه پی از یو گو، یعنی هر چقدر که استفاده میکنین بر اون اساس ماهانه شارژتون میکنه. یه مدل سابسکریپشن انترپرایز هم هست که سازمان ها به این صورت استفاده میکنن، به این صورت که یه قراردادی با آژور بسته میشه و بر اساس اون اگریمنت با بین اورگانایزیشن و مایکروسافت اون سرویس داده میشه. و مدل آخر هم مدل استودنت هست که باید ثابت کنید که یعنی وریفای کنید حتما کارت دانشجویی داشته باشید و $100 رو برای 12 ماه میتونید ازش استفاده بکنید. خب حالا که سابسکریپشن در مورد صحبت کردم، یه چیزی رو میخوام بهتون نشون بدم، مثلا منیجمنت گروپ. شما میتونید گروه منیجمنتی داشته باشین که یه لولی بالاتر از سطح سابسکریپشن برای گروه بندی استفاده میشه. یعنی پالیسی ها و اینکه چقدر میخوایم بودجه صرف بکنیم رو میتونید بر متصلش بکنید به قسمت اون گروه منیجمنت گروپتون. در واقع خیلی از ریپورت هایی هم که میتونید بگیرید، مثلا میخواین ببینید مثلا بحث های سکیوریتی رو میخواین ببینید تو قسمت تیمز های مختلف، یا بحث های کاست یا هزینه میخواین ببینید، چه ریپورت بگیرید که هر قسمت چیکار داره میکنه، میتونید برای هر کدومشون شما بیان یه منیجمنت گروپ جدا تشکیل بدین که حالا این منیجمنت گروپ ها و سابسکریپشن در کنار هم میتونه به شما یک سری قابلیت ها بده. بریم با هم دیگه یه منیجمنت گروپ بسازیم که شاید اونطوری بتونم راحت تر بهتون نشون بدم که داره چی کار میکنه. خب پس باز توضیح بدم، قاطی نکنین، فراموش نکنین. این شما یه اکانت ساختین، زیر این اکانت گفتیم میتونید سابسکریپشن های مختلف داشته باشین. حالا منیجمنت گروپ میتونه یه ابزاری باشه که میتونه این گروه ها رو برای شما، این سابسکریپشن ها رو برای شما مدیریت بکنه و کارتون راحت کنه. میرم اینجا سرچ میکنم منیجمنت گروپ رو پیدا میکنم، از این قسمت روش کلیک میکنم. خب ببینید من الان تو قسمت تننت روت گروپس اجور پس این سابسکریپشن و این سابسکریپشن آیدی رو دارم. از اون طرف هم داره توضیح میده، میگه استفاده از منیجمنت گروپ کمک میکنه که اکسس رو منیج کنین، پالیسی ها و کامپلاینس رو با گروپ کردن تعدادی سابسکریپشن با هم به دست بیارین. یعنی من ممکنه مثلا میگم یه قسمت مالی داشته باشم، زیر مجموعه قسمت مالیم بخوام چندین سابسکریپشن داشته باشم، ولی در آن واحد میخوام اینا همه پالیسی های یکسان و بیلینگ یکسان رو در نظر بگیره برای کل اون سابسکریپشن آیدی ها. میتونم از این گروه های مدیریتی استفاده بکنم. حالا میام اینجا اد منیجمنت گروپ رو میذارم که یه گروه جدید رو ایجاد بکنم، اسمش رو میذارم AZ104 ماژول 2 منیجمنت گروپ 1. اسمی هم که میخواد نشون بدارم همون در نظر میگیرم، اینو اینجا سیو میکنم. صبر میکنیم که ایجاد بشه.
خب این اومد اینجا، حالا باز برای اینکه مطمئن شم، خب اینم از اینجا چیزشو گرفتیم، نوتیفیکیشنشو گرفتیم. حالا کاری که میکنم روش کلیک میکنم، تو قسمت دیتیل اگه کلیک بکنم این پنلش رو برام باز میکنه. خب کاری که میخوام بکنم، الان میخوام این منیجمنت گروپ، این گروه مدیریتی که دارم رو بهش میخوام یه سابسکریپشن اضافه بکنم. یه دونه سابسکریپشن که بیشتر ندارم برای تمرین، همون یه دونه رو استفاده میکنم برای اینکه بره زیر مجموعه این منیجمنت گروپ. اد سابسکریپشن رو میزنم. حالا من اینجا فقط یک دونه دارم، ممکنه تو سازمانی که شما کار میکنین 50 تا داشته باشین. اونایی رو که میخواین رو بهش اضافه میکنیم و سیو میکنیم. به همین سادگی. پس حالا بعدن اگه بخوام کار روش اکسس کنترل داشته باشم، پالیسی بخوام روش اعمال بکنم، حالا اینا رو با هم نگاه کنیم پالیسی چیه، اینا رو میبینیم. ولی میتونم آنالیز کاست داشته باشم، باجت بندی بخوام بکنم، تمام این کارها رو میتونم مستقیم روی منیجمنت گروپ انجام بدم که تعدادی سابسکریپشن زیرش اضافه شده باشه. خب بعد از بحث منیجمنت گروپ ها، بحث رول بیس اکسس کنترل میشه. یک سری از اون مفاهیمی که این تو بعد باهاش آشنا بشیم، یکی سکیوریتی پرینسیپل. سکیوریتی پرینسیپل یعنی اون آبجکتی که درخواست داره که بهش دسترسی داده بشه. رول دفینیشن یعنی اون مجموعه ای از پرمیشن ها که برای اجرای اون کار لازمه. اسکوپ یعنی در چه حیطه و در چه حوزه ای این اکسس نیاز هست. و اساینمنت هم در واقع یعنی من اون رول دفینیشن رو در اسکوپی که مشخص کردم به اون سکیوریتی پرینسیپلی که داره درخواستش میکنه بدم. رول دفینیشن همونطور پس گفتیم در واقع مجموعه ای، این الان ساختار یه فایل XML، مجموعه ای از یک سری اکشن هاست که چه چیزهایی رو اجازه داره انجام بده، چه کارهای اتوریزیشن هایی، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه. تحت قالب این XML فایل ما این رو به عنوان یک رول تعریف میکنیم. چرا دونستنش مهمه؟ برای اینکه ما الان تو لب میخوایم بریم با هم دیگه یک کاستم درست کنیم. همونطور که تو ماژول قبلی دیدیم، یک سری از رول ها از قبل تعیین شده، ولی ممکنه من بخوام خودم بیام یک دونه کاستم تولید بکنم، یک رول کاستمی درست بکنم بر اساس نیازی که دارم و از اون استفاده بکنم. اون موقع است که من دقیقاً باید برم با XML و اون فایل دفینیشن ور برم و اون چیزی رو که میخوام از توش در بیارم. حالا وقتی که رول دفینیشن رو تعریف کردیم، این شاید قشنگ‌تر بتونه بهتون نشون بده. پس ما گفتیم که این چی بود؟ سکیوریتی پرینسیپل. سکیوریتی پرینسیپل میتونه یوزر باشه، گروپ باشه، یا اون سرویسی باشه که درخواست داره میکنه که من اکسس احتیاج دارم. تو چه اسکوپی اکسس احتیاج دارم؟ میتونیم شما بهش بگین روی منیجمنت گروپ و تمام زیرشاخه‌هاش، یا فقط روی سابسکریپشن، یا یک ریسورس گروپ. ریسورس گروپ ها رو جلوتر میشناسیم با هم دیگه، یا حتی روی ریسورس خاص، فقط روی این ویرچوال ماشین خاص، فقط روی این دیتابیس خاص. یه رول دفینیشن گذاشتیم و در نهایت گفتیم رول اساینمنت اینه که تمام اینا رو به هم دیگه، در واقع این سه تا پرینسیپل، اسکوپ و رول دفینیشن رو به هم دیگه وصل می‌کنه. بریم با هم دیگه نگاهی پیش بندازیم. خب تو ادامه کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام یه کاستم رول بیس اکسس کنترل رول رو ایجاد بکنیم، یه دفینیشن کاستم رو بسازیم و بعد اون دفینیشن رو به یک یوزر اساین کنیم. حالا هدف چیه؟ چرا داریم این کارو میکنیم؟ اگر یادتون باشه توضیح رو دادم که ما یک سری رول بیلتین از پیش تعیین شده توی آژور داریم. من خیلی وقتا ممکنه بخوام یک نقشی رو تعریف بکنم، یه دفینیشن رولی رو تعریف کنم که وجود نداره. به عنوان مثال الان این رو با هم باز کنیم. من قبل از این کار رو بکنم یه یادآوری بکنم، بس بهتون گفتم که ساختار رول دفینیشن ها جیسون فایل هست. اگه بازش کنم، بذاریم با نوت پد پلاس پلاس بازش بکنم اینجا. خب این الان یه رول دفینیشنه. چی کار داره میکنه؟ میگه ساپورت ریکوست کانتریبیوتر کاستم. یعنی اینکه من میخوام یه ساپورت، یه رول دفینیشن کاستم ایجاد بکنم برای
کسایی که فقط باید دسترسی داشته باشن به ساپورت مایکروسافت وصل بشن و تیکت باز بکنن و کارهای دسترسی رید داشته باشن رو سابسکرپشن من. یعنی این که ممکنه من بخوام من فقط یک نفر استخدام کردم تو شرکتم که اگه مشکلی با آژور پیش اومد این تیکت باز میکنه با مایکروسافت با اون پیگیری میکنه، هیچ کار دیگه قرار نیست بکنه. پس این اکشنی که تو رول دیفینیشن ما وجود داره در واقع الو تو کرییت ساپورت ریکوست، همین این دیسکریپشنشه. حالا کاری که باید بکنم باید مشخص کنم این رو هم، من نگران نباشید اینا چیزایی نیست که بخواید بلد باشین بنویسید، تمام اینا تو اینترنت هست. اون کاری رو که میخواین بکنین رو باید بدونین میخواین چیکار بکنین، بعد برین پیدا بکنین رول دیفینیشنش رو و دقیقاً توضیحاتش نوشته که باید چیکار کنین. مثلا تو این قسمت من میدونم که باید منیجمنت گروپ که درست کردیم توی تسک قبل رو داشته باشم و سابسکریپشن آیدی من کجاست، میتونم بیام توی اکانتم سابسکریپشن آیدی رو از اینجا کپی میکنم و میذارم اینجا و فایل رو سیو میکنم. این الان آماده است برای که من بخوام اجراش بکنم. حالا چجوری اجراش بکنم؟ برای این کار میایم تو کلاود شل. کلاود شل چیه؟ این بالا نگاه کنید، این دکمه که اینجا ببینید، این یک محیط CLI کلاود، یه شل CLI که من میتونم تمام کامپوننت های آژورم رو به جای اینکه گرافیکی کانفیگ کنم از اینجا کانفیگش کنم، روش کلیک میکنم. ببینید یعنی محیطش این شکلیه، پشت زمینه آبی چون پاورشله، یا میتونه تو محیط پاورشل ایجاد بشه یا بش، فرقی نمیکنه، با هر کدوم راحت ترین، با هر کدوم میتونین کد بنویسین یا اون کدی که میخواین اجرا بکنین و پیدا کردین دوش نوشته باید تو پاورشل باشه یا بش، از اون استفاده میکنین. الان کاری که من میخوام بکنم تو محیط پاورشله، پس فایل اولین کار، فایلی که گرفتم رو آپلود میکنم. این دکمه آپلود رو میبینیم، باید اینو تو هوم دیرکتوری خودم آپلودش کنم. فایل رو انتخاب میکنم، اینجا به من میگه فایل آپلود شد. حالا برای اینکه دستوری که لازمه من استفاده بکنم که از طریقش بتونم یک کاستم رول دیفینیشن ایجاد بکنم این هست. خب الان اتفاقی افتاد، پس من یه نمیدونم با محیط پاورشل آشنا هستید یا نیستید، ولی به هر حال من خودم خیلی کارم پاورشلی نیست، بیش اکثر کاری که میتونم انجام میخوام انجام بدم اینا رو پیدا کردم، میدونم در حدی به قول معروف بدنگ به کارم را بندازم، ولی با دستور new az role definition input file رو بهش مشخص کردم که جیسون فایله و از طریق اون جیسون فایل بهش گفتم که چه رول دیفینیشنی رو قراره اینجا برای من اجرا بکنیم. خب کارم اینجا تموم شد، شل رو کلوز میکنم. حالا برای اینکه استفاده بکنیم از اون رول دیفینیشنی که ایجاد کردیم، سرچ میکنم Azure Active Directory رو. خب اینا رو دیگه بلدین، تو ماجول قبلی با هم یاد گرفتیم. یه یوزر جدید میخوام ایجاد بکنم به این اسم، اسمش هم همین باشه، پسوردش رو بذار خودم بذارم، خب این از هیچ رولی هم بهش الان اساین نکردم، اینو کرییت میکنم، این اسمش رو کپی داشته باشیم که بهش احتیاج پیدا خواهیم کرد جلوتر. حالا کاری که میکنم میایم توی اون منیجمنت گروپی که باهاش داشتیم کار میکردیم، اگه خاطرت باشه این کاستم دفینیشن رول رو توی منیجمنت گروپ AZ104-2-Management1 ایجاد کردم، برای همیام اینجا تو این قسمت روی اکسس کنترل IAM کلیک میکنم، بعد از اینجا اد رو میزنم، اد رول اساینمنت، تو این پنجره سرچ میکنم اون
رولی که ایجاد کرده بودیم ساپورت ریکوست کانتریبیوتور کاستم بود، انتخابش میکنم، میگه میخوای به کی اساینش کنی، یوزر یا پرینسیپل، اون پرینسیپلی که هست سلکت کنیم این یوزر رو که تازه ایجاد کردیم و سیوش کنیم از اینجا. خب حالا کاری که میخوام بکنم لاگ اوت میکنم و با اون یوزر لاگین میکنم، برای اینکه وقت رو نگرم پاز میکنم، وقتی دوباره وارد شدم ادامه میدم. خب با اون یوزر لاگین کردم، احتیاج به تور ندارم. اولین کاری که میکنیم بریم توی قسمت سرچ میکنم help and support new support request issue type to impact summary problem. خب همونطوری میبینیم من دسترسی اینو دارم که بتونم کیس ساپورت ایجاد بکنم. خب قبل از اینکه من تو بحث پالیسی ها وارد بشم و ادامه بدم لابراتوارمون رو، یه مفهومی رو باید براتون باز کنم، مفهوم تگ هست. توی بحث تگ همونطور که از اسمش معلومه مثل لیبل گذاریه، برچسب زدنه. این برچسب ها یه جورایی متا دیتا هایی هم برای ریسورس های آژور. حالا اینا به صورت جفت هم هستن، یعنی شما یه چیزی رو تعیین میکنید و بعد براش مقدار و ولیو تعیین میکنید. یعنی مثلا میتونید بگید اونر جو باشه، دیپارتمان مارکتینگ باشه، انوایرمنت پروداکشن باشه، کاست سنتر مارکتینگ باشه. میتونید تگای یه دونه هم نیست، یعنی شما هر چقدر دلتون بخواد میتونید تگ به ریسورستون بزنید و بعداً از طریق این تگ ها میتونید ریپورت هایی رو بگیرید و یک سری کارهایی رو انجام بدید. تو بحث بیلینگ میتونید وارد بشین و میتونید ازش به هر حال استفاده بکنید. حالا بحث بعدی که میخوام وارد بشم مثلا پالیسی هست. توی بحث پالیسی شما یه دفینیشن پالیسی تعریف میکنید و اگه بخوام برگردیم به حالت های سنتی و بحث های همون اکتیو دایرکتوری نگاه کنم، یا تو گروپ پالیسی رو بفتین، چطوری شما با گروپ پالیسی یه کاری رو تصمیم میگرفتین انجام بدین و روی یک سری ریسورس ها، حالا اون ریسورس میتونست یوزر باشه میتونست کامپیوتر باشه، اون رو اعمال کنید. اینجا تقریبا همون مفهومه، یعنی شما یه پالیسی دیفینیشنی دارید که این پالیسی دیفینیشن رو روی ریسورس هاتون اعمال میکنید. حالا این ریسورس ها میتونه اکانت باشه، ریسورس ها میتونه ویرچوال ماشین باشه و خیلی چیزای دیگه. بریم با هم نگاهی بهش بکنیم. خب من قبل از اینکه وارد بحث پالیسی بشم بذارین تگ رو بهتون نشون بدم. اینجا میام سرچ میکنم استوریج اکاونتس، میخوام اول بهتون نشون بدم من یه جایی برای اکانت های مربوط به استوریج هم دارم. لابراتوار بعدی بر این مبنا میره جلو. خب تو استوریج اکاونت ها ببینید، من یه استوریج اکاونت دارم، روش کلیک کنم، ببینید تو قسمت تگ یه سری تگ رو اینجا براش زده. یعنی الان من میتونم خودم بر اساس نیازم تگی رو که میخوام اینجا بزنم. مثلا بیام تو قسمت تگ اینجا رو ببینید، تو قسمت تگ من میتونم بیام اینجا مشخص بکنم که مثلا میگم رول بگم چی باشه، رولش باشه اینفرا و بعد سیو میکنم. برگردم اینجا اوورویو، خیلی سریع اتفاق نمیفته، بیاد اینجا یه مدتی ممکنه اومد. خب ببین الان رول اینفرا، من یه تگ رو اینجا بهش اضافه کردم. میتونم دوباره بیام تو قسمت تگ بهش بگم اونر باشه علی، دوباره سیو میکنم. تگ بعدی هم بهش اضافه شد. پس بر اساس نیاز میتونم اون تگایی رو که لازم دارم بهش بچسبونم. حالا بیایم با این چیزایی که یاد گرفتیم با بحث تگ و اینا بیایم پالیسی رو هم با همدیگه بریم جلو نگاه کنیم. ببین من سرچ میکنم پالیسی، میام تو قسمت پالیسی ها. خب تو قسمت پالیسی نگاهی بندازین، اساینمنت دارم، دیفینیشن دارم. در مورد پالیسی دیفینیشن رو بهتون نشون دادم، ما یه دیفینیشن پالیسی رو می‌خوایم به یه جای اساین کنیم. الان من به جای اساین نکردم چیزی رو، میام روی دیفینیشن
خب ببینیم من چه پالیسی هایی رو اینجا میتونم اعمال بکنم. فقط یه نگاهی بندازینم تو سرسری به کل چیزایی که هست. Disk encryption should be key vault object. خیلی پالیسی های زیادی اینجا وجود داره. حالا اون چیزی که من الان میخوام پیدا کنم، میام تو قسمت کاتگوری اینا رو همه آن سلکت کنم، بگم فقط به من اون پالیسی مربوط به تگ رو نشون بده. حالا تو قسمت تگ من میخوام یه پالیسی بذارم، اولیش میشه require tag and its value on resources، یعنی اگر این پالیسی رو من به یک ریسورسی اعمال کنم، دارم بهش میگم که من لازم این ریسورس فقط تحت شرایطی میتونه وجود داشته باشه که این تگ روش وجود داشته باشه. روش کلیک میکنم. خب ببینید این قالب دیگه براتون آشناست دیگه، قالب جیسون. دقیقاً تقریبا میشه گفت تمام تمپلیت ها و کاری که تو آجر انجام میشه، بک اون پشت صحنش همیشه یه حالت جیسون هست که به صورت اتوماسیون هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب من تو قسمت دیفینیشن این رو ببینید، میام الان رو اساین کلیک میکنم، ببینیم چه آپشنایی به من میده. میگه اسکوپ چیه، اسکوپ هم رو انتخاب میکنم، سابسکریپشنی که دارم رو انتخاب میکنم، ریسورس گروپی که اون استوریج اکانتم توش بود اینه، انتخابش میکنم، سلکت. خب توی بیسیکسش باید یه اسم بذارم براش، میام میگم اسمش این باشه که require role tag with infra value، یعنی من میگم که باید حتما رول تگ وجود داشته باشه که ولیو تگشم، تگ رول وجود داشته باشه که ولیوشم اینفرا باشه. دیسکریپشن نمیخواد، پالیسی انفورسمنت داشته باشه، اینیبل باشه، نکست. خب اینجا تو قسمت نکست رو از این پرسه، ببینید اینی که داشتم اینجا میگفتم این نیمه دیگه، قاطعا اینی به خودی خود که کار نمیکنه، من باید بیام جیجو تعریفش بکنم. پس میام تو قسمت تگ نیمش بهش میگم رول باشه و ولیوت باشه اینفرا، نیکست. این رو دیفالت بذارین آن چک باشه، نیکست. خب کرییت رو میزنم. خب این اسایمنت من انجام شد. حالا اگه برگردم تو پالیسی دیفینیشن، برم تو قسمت اساینمنت، خب میبینید الان یه دونه اساینمنت این پالیسی که ایجاد کردم اینجا اومد، قرار گرفت و یه دونه پالیسی اساین کردم. در واقعی سن بهتون بگم این پالیسی ممکنه یه 4-5 دقیقه طول بکشه تا اینکه واقعا اساین بشه، واسه همین خیلی وقتا بهتره مثلا یه چایی بخورین یا لاگ آف لاگ آن بکنید دوباره برگردین. حالا من اینو پاز میکنم، 5 دقیقه دیگه برمیگردم با هم دیگه بریم امتحانش کنیم. خب برای اینکه تستش کنم دوباره میام تو همون استوریج اکانتی که دنبالش میگشت اینو پیدا کنم. خب این استوریج اکانت من در واقع پالیسی رو به کجا اعمال کردم؟ پالیسی رو به ریسورس گروپ بالا سرش. ریسورس گروپ یه مجموعه‌ای که ریسورس ها توش قرار میگیرن. خب این ریسورس گروپ الان این اکانت رو داره، من الان میتونم بیام و بگم یه اکانت دیگه برای من بساز، اکانت استوریج اکانت باشه، یه استوریج اکانت جدید میخوام اد کنم توی کدوم بود بسیم برگرم اقام مطمئن شم. اگه من رو این کلیک بکنم ریسورس گروپ من کلاود چل استوریج ساوت سنترال هست. خب پس من دوباره اینجا اد رو میزنم، استوریج ساوت سنترال رو انتخاب میکنم، یه نیم یونیک فقط باید داشته باشه، فرق نمیکنه. من رایگا قبول کرد رایگا رو. خب این رو میذارم من اون سب سنترالی که دارم روش کار میکنم. ریویو ببینید الان من تبای مختلف دارم، میتونم نتورکینگ رو کانفیگ کنم، بعد نتورکینگ تو ادوانس رو کانفیگ کنم. قسمت تگ داره، من الان قسمت تگ رو پر نکردم، پس برمیگردم رو بیسیک میگم با همین حد اقل اطلاعاتی که دارم بهت میدم ریویو و کرییت کن. خب ببین زده ولیدیشن فیلد، ببینیم چرا.
خب میگه این ریسورس با پالیسی. خب پالیسی که من داشتم کدومه؟ require tag with infra value. یه بار روش کلیک کنم. پالیسی من داره میگه که باید یه رولی داشته باشی اینجا که رولت اینفرا باشه و اگر نبود این رو اجازه نده. برای همینه که اینجا تو و موقعی میخواستم ایجاد بکنم فیل کرد. حالا بزن یه امتحانی بکنیم. من میام اینجا رو قسمت تگ و بهش یه تگ اساین میکنم، رول اینفرا. یه بار دیگه الان ولیدیشنش پس شد. خب به عنوان آخرین تسک بخش پالیسی میخوایم یه پالیسی ایجاد بکنیم که این پالیسی اگر ریسورس گروه، اگر ریسورسی که دارم ایجاد میکنم تگ رول رو نداره و تگ رول اینفرا رو نداره، اون رو بیاد از بالا سریش یعنی ریسورس گروپش بگیره. برای این کار اول من باید مطمئن شم که ریسورس گروپ من که میخوام توشون ریسورس ها رو ایجاد بکنم تگ رو داره. پس میام اینجا میگم رول اینفرا. خب اینو ایجاد کردم، سیف میکنم، برگردم تو قسمت اوورویو، ریفرش رو بزنم. خب رول اینفرا اینجا هست. بعد میام تو قسمت پالیسی، تو قسمت اساینمنت برم اون پالیسی قبلی رو که اساین کردیم رو از اینجا دیلیت اساینمنت رو بزنم، دیلیتش کنم. خب بعد این بالا داره اد اساین پالیسی، رو این کلیک میکنم. خب ببینیم چی میگه. تو قسمت تو پسز اسکوپش رو مشخص کرده، تغییر لازم نیست بدم. تو قسمت پالیسی دیفینیشن اگه کلیک بکنم، همونطور که میبینین پالیسی خیلی زیادی وجود داره. اون چیزی که من دنبالش میگردم الان inherit a tag from subscription. subscription نه، ما رو ریسورس گروپ بودیم. اگه میسینگ بود، اگه تگ نداشت، برو تگ رو از ریسورس گروپ بگیر. اینو انتخاب میکنم، select. اسم خیلی کلیه، دقیقا اسم رو عوض بکنم که دقیقا رول و اینفرا توش مشخص باشه. همونم به عنوان دیسکریپشن میتونم بذارم، تو فیلد اجباری نیست. نیکست. خب الان میگه کدوم، چه تگی رو میخوای برم از بالا سری ولیوشو بردارم بیارم. میگم دنبال رول میگردم. نیکست. این رو هم میزنم که کاری به کار ریسورس های قبلیم نداشته باشه، فقط اونایی که جدید از اینجا به بعد رو دارم ایجاد میکنم رو بره دنبالشون. خب review and create، create کن. خب مجدد میگم معمولا اینا خیلی سریع انجام نمیشه، 5-6 دقیقه طول میگشه. حالا من یک بار امتحان میکنم، اگر شد که شد، نشد پاز میکنیم دوره. بعد از اینکه اون پالیسی برگشت اون موقع دوباره بهتون نشون میدم. بریم شانسمون امتحان کنیم. استوریج اکاونت. خب دوباره برگشتم تو استوریج اکاونت، روی ریسورس گروپ هم کلیک میکنم. خب میام اینجا اد میکنم استوریج اکانت رو. یه اسمی براش میذاریم، همین اسم ها از قبل گرفته شده. رایکا سی بی تی رو میذارم اینجا تو همون ساوت سنترال. خوبه. نیکس نتورکینگ رو دست بهش نمیزنم، ادوانس رو دست بهش نمیزنم، تگ و چیزی اینجا اضافه نمی کنم.
خب create. اینو پاز میکنم، تموم شد دوره پلیش میکنم. خب این رو میزنم go to resources. خب دیدین چه اتفاق افتاد؟ الان رایکا سی وی دی اکانتی که من اینجا درست کردم و بهش رول اینفرا نداده بودم، خودش رفت اون رو از بالا سریش که توی ریسورس گروپ بود گرفت، فاورد بهش اساین کرد. خیلی کار دیگه با بحث پالیسی میشه انجام دادیم، فقط چند تا مثالی بود که بهتون نشون بدم که چه قابلیت‌هایی داره و چطوری باید اون قابلیت‌ها رو باهاش کار کنین.